هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی گردآورنده حسن میرابدینی داستان بعدی باد بادآورده ها را نمیبرد نوشته نادر ابراهیمی نادر ابراهیمی تهران 1315 چنانچه از زندگی نامه خودنوشت او ابن مشغله 1355 برمی آید به کارهای گوناگون از تعمیر ماشینالات کشاورزی در ترکمن صحرا گرفته تا خبرنگاری و ویراستاری و پژوهشگری پرداخته داستان و نقد ادبی و نمایشنامه نوشته و فیلم و سریال ساخته است در زمینه تعلیف و ترجمه برای کودکان نیز فعالیت چشمگیر داشته است. ابراهیمی فارغ و تحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی است و از نخستین سالهای دهه چهل شروع به چاپ آثارش کرده. کتاب های متعدد دارد. از جمله مسابا و رویای گاجارات 1343 افسانه باران 1346 هزارپای سیاه و قصه های صحرا 1348 تضادهای درونی 1350 قزل داستانهای سال بعد 1357 و فردا شکل امروز نیست 1368 داستانهایش نشانگر آزمونهای گوناگون در زمینه نصر و مزمونند و او را نویسندهی تجربه معرفی می کنند که گاه چنان درگیر تزیین نصر و پدید آوردن جملات قصار خوشاهنگ می شود که سادگی و انسجام ساختمان داستان را از دست می دهد. داستانهایش از تنوعی مضمونی و شکلی برخوردارند. هم فابل های تمثیلی پنداموز نوشته هم داستانهای واقع گرایانه درباره زندگی کارمندان و روشنفکران. و هم با رومانتیسمی شاعرانه به زندگی ترکمنها پرداخته است. داستان زیبای باد، باد مهرگان بلندتر از آن بود که آن را در این مجموعه بیاوریم. از همین رو باد باداورده ها را نمی برد را برگزیدیم که در عین کوتاهی داستانی کامل است. باد باداورده ها را نمی برد. شب در چادر ترکمن ها ماندیم و زمین ها را می و تمام افق سرخ بود. ترکمن حرف زد. من نشنیدم. پرسیدم که چه میگوید و او جواب داد. پارسال من یه دختر داشتم. پیرزن آمد جلوی در چادر ایستاد و به آتش نگاه کرد. ما رفتیم آن طرف بالای تپه. آسمان هیچ عب نداشت و هیچ که از سرخی صورت خودش را نمیدید. پیرزن هم آمد بالای تپه و ما سرخی را روی صورتش دیدیم. حرفی داشت. ما روی پیتهای خالی نشستیم و او آتش را نشان داد. برای زمین خوب است. ما میدانستیم. دانستیم. پیرزن روی خاک نشست و دیگر هیچ رنگی توی صورتش نبود. ما حس کردیم که حرفی دارد. صورتش برگشت طرف چادر مرد زیر نور نشسته بود پیرزن گفت او امسال غمگین است پارسال یک دختر داشت و دستش را گذاشت روی پاهایش و پا ما میدانستیم که یک پای ترکمن چوبی است بارزیل از پای تپه فریاد زد های آلنی پدر سوخته با گذشته ها دکان باز نکن. آلنی پیر خندید و گفت من مادرش هستم این طور با من صحبت میکنه و رفت. بارزیل داشت فحش میداد و پای چوبیش را دراز میکرد روی خاک. ما سرازی شدیم کنار رودخانه. آب در عمق رود سیاه و آهسته میرفت و صدای موتورهای آب از دور میآمد. هنوز آن طرف رودخانه با کمباین هایشان درو میکردند چراغ ها میچرخید توی سیاهی شب ما صدای آوازی را شنیدیم و برگشتیم کنار چادر بارزیل تفنگش را پاک میکرد گوشت زیر چشمهایش میلرزید و فشنگها را چیده بود کنار دستش گوله تفنگ را گرفت طرف ما و نور پیچید توی لوله و برق بعد لوله را چرخان طرف ما ما فقط نگاه می کردیم خیلی پاک پنج تا فشنگ گذاشت و با صدا یکی را رد کرد توی لوله گفت این صدای خوبی است برای ما غریب نبود آلنی نیم را فوت می کرد و دود پیچیده بود پدر سوخته چه دودی را انداخته پیرزن گفت بعد از دود آتش می آید. ترکمن گفت این پدر سوخته تمام صحرا را بلد است. ما مقصودش را نفهمیدیم. پرسید حالا چای میخورید؟ اما به ما نگاه نمی کرد. صدای آواز که نزدیکتر شد بارزیل خودش را کشید پشت گونی های گندم و فقط گفت نن سگ. ما در صورتش خشم را نمی دیدیم و رفتیم به گونی ها تکیه دادیم. شب گرم بود و چراغ بی حرکت بالای داربست. سمهای اسب روی جاده خاکی صدا کرد و بارزیر قنداق را گذاشت به سینهش. آهسته از پیرزن پرسیدم کسی رو خواهد کشت؟ او سرش را تکان داد. نه، هیچ وقت به تیر رس نمی آید. بارزیر داد و سبیلش را جوید. صورتش خیس بود. ما دیدیم که سوار می آید به طرف چادر. گزل، صحرای من بی تو چقدر خالی است. گزل، گندم های من بی تو هیچ وقت زرد نمی شود. گزل، آسمان من بی تو چقدر بی ستاره است. گزل، تنها، گزل، تنها. توشمن تفنگ را کشید بالاتر. حالا ته قنداق توی گودی شانهاش بود آلنی گفت بارزیل او قلیچ نیست بارزیل گفت اما شعر او را میخواند ما صدای گلنگدن را هم شنیدیم زن تکرار کرد بارزیل او قلیچ نیست زیر چشم های ترکمن زید. برگشت و به صورت مادر نگاه کرد ما خشم را توی صورتش نمیدیدیم پیرزن گفت او بدون تارش هیچ جا نمی روید. گزل بزهای من بی تو به صحرا نمی روند. گزل دستهای من بی تو قاضیاغی ها را از خاک جدا نمی کنند. گزل تار من بی تو صدایی خوش ندارد. گزل تنها گزل تنها. بارزیل یک دفعه فریاد کشید های آدم کجا داری میری؟ صدا جواب داد بارزیل من میایم به چادر تو من به جایی نمی در صدایش خنده بود. تفنگ آمد پایین اما دست های ترکمن به آن چسبیده بود. سوار گونی های گندم را دور زد. بارزیل گفت نه این شعر را چرا می خونی؟ سوار گفت بارزیل خیلی قشنگه. بارزیل توفنگ را تکیه داد به دیوار گونی ها و سبیلش را جوید. ما صورت سوار را دیدیم. شکل مغول ها نبود. گفت او را هانشاگولو فرستاده. کمباینش امروز از کار افتاده. گفت اگر درو کرده ای کمباینت را سه روز بفرست برای من. ممکن است گندم ها بخوابند. بارزیل گفت راست میگوید هوای آن طرف نم دارد. فردا صبح خودم میآورم ما به پای چوبی بارزیل فکر می کردیم. سوار گونی ها را سوار گونی ها را دور زد و رفت. که من فریاد کشید های آدم نشنوم که دیگه این شعر رو بخونی با تیر می زنمت. سوار که دور شد ما صدای آواز او را شنیدیم. گزل هیچ کس برای چادر من قالیچه نمی بافد. گذل هیچ کس اسب مرا با خور نمی برد. گذل هیچ کس به سلام من جواب نمی گوید. گذل تنها. گذل تنها. ترکمن به ما نگاه کرد. بعد حرف زد. من نشنیدم. پرسیدم که چه می گوید. گفت من پارسال یک دختر داشتم. بعد شام خوردیم و سه چایی. بارزی رفت توی چادر خوابید. ما پشوند را میان صحرا زدیم روی تخت های سفری. آلنی روی آتش خاک ریخت و آمد کنار تخت های ما. حرفی داشت. آهسته پرسید. هنوز بیدار هستید؟ یکی گفت. آلنی بیداریم. و همان بس بود. پیرزن گفت. پارسال او یک دختر داشت. اسمش گزل بود. شش سال بود که غلیچ او را میخواست اما قلیچ دوز بود او مال این طرف صحرا نبود یک شب آمد که هانشاق رفته بود صحرا برای او توفنگ کشید و گفت مرا زن فرستاده زن را تو میشناسی پول میخواهد و ده تا گوسفند هانشاق جواب داده بود من زن را نمیشناسم اگر میخواهی گوسفندها را ببر پول را هم همینطور اما زنده از صحرا نمیروی روی. گوسفندها توی اوبه بودند. قلیچ گفت که یکی جیب های هان را خالی کند و بدهد به او. قلیچ گفته بود هان من تو را خیلی عذاب میدم. من برای همین اومدم. و رفته بود. یک روز هم گذر را کنار رودخانه دید. قلیچ یک تار داشت با دو سیم و یک تفنگ و یک اسب. صورتش خوب بود. گزل عاشقش بود. چند بار آمد پیش بارزیل. گفت گزل را بده به من. آن طرف رودخانه من زمین دارم. خیلی هم پول. و بارزیل یک دفعه زد توی صورتش. گریچ گفت اگر پدر دختر نبودی قربالت میکردم. بارزیل دوید توی چادر که تفنگ بیاورد. قریچ رفت. بعد پسر هانشاغلو آمد با پدرش پدر حرف زد گفت که گذر را بدهد به پسر او چهل تا گوسفند 6 تا گاو میدهد و ده هزار تومن هم پول بارزیل گفت دختر مال شماست و شب قلیچ باز آمد به چادر بارزیل این دفعه از اسبش پیاده شد و دست بارزیل را گرفت و برد روی لبهای خودش قلیچ خیلی مغرور بود اما این کار را برای دختر کرد بعد گریه کرد گذر صدای گریه قلیچ را شنید قلیچ گفت بارزیل حرومش نکن گذر مال منه بارزیل نمیخواست خون راه بیاندازد اگر خون راه میافتاد هانشاغلو دختر را نمی برد. گفت قلیچ تو دزدی من به دوز دختر نمیدهم بارزیل دختره را بده به من من خوبتر از همه خواهم شد بارزیل گفت قلیچ گرگ هیچ وقت گوسفند نمی شود پدرت هم دوز بود پول می دهم ده تو را بگیرند اگه یه دفعه دیگه گذر رو ببینی من سر به میکنم. می قلیچ قلیچ گفت پیش از آن من هانشاغلو رو سر به نیست می کنم مال منه بعد برگشت سوار شد و رفت کمی دور ایستاد و فریاد زد بارزیل حرومش نکن توی صحرا دست هیچ کس به گزل نمیرسه وقتی گندم ها را چیدند آن شاغلو برگشت زد روی شانه بارزیل و گفت حالا وقتش است گزل همش گریه میکرد اما اگر بارزیل میفهمید با تیر میزدش رفتند شهر رو برگشتند و یک شب همه آمدند و گذر را دادند به پسر هانشاغلو. یک مهمانی حسابی بود. پیرزن پرسید هنوز بیدار هستید؟ من گفتم بله آلنی گوش میکنیم. پیرزن ادامه داد بله هانشاغ خیلی زمین دارد. گندمش هم خوب است. آن طرف رودخانه پنبه هم کاشته اما اسم خوب ندارد. میگویند او برادرش را کور کرده و زن را زیر زیر شلاق کشته هانشاق هم مال این طرف نیست مثل قلیچ خیلی دیر وقت بود که مهمان ها می رفتن. صدای قلیچ از دور می آمد. بعد آمد کنار چادرها. بارزیل رفت که تفنگ بیاورد. برد. آن جلوی او را گرفت و گفت بارزیر خون را ننداز. قلیچ کنار چادرها ایستاده بود و نگاه میکرد. هانشاغلو یک دسته اسکناس در آورد و گفت با هم قلیچ گوسفند را هم میدهم. میدانم که تو مردی. قلیچ پولها را زد توی صورت پسر هانشاق. بارزیل باز دوید که تو فنگ بیاورد. اما قریچ با تیر زدش. کنار چادر. بارزیل میان خون بود که فریاد زد قریچ من گذر رو میکشم اما به تو نمی دهم و گریچ خودش گذر را کشت با تیر زد صدای پیرزن لرزید بعد هم پسر هانشاق را هر کدام را فقط با یک تیر و برگشت و رفت وقتی پای بازی را می بریدند گفت کاش برده بود اما نکشته بود و تمام شبها دیر قلیچ می آمد با اسبش و آن تارش و آواز میخواد. بارزیل با تفنگ می نشست کنار چادر و فکر می کرد اگر دنبال قلیچ برود کشته می شود. هشت ماه بعد بود که کنار اوبه بالا شاغلو قلیچ را با تیر زد. قلیچ همانجا مرد. نرش او را کشیدند روی زمین و آوردند اینجا. بارزیل با پاشنه پا زد توی صورتش اما خودش داشت میافتاد گفت مرد را مرد میکشد قلیچ را من باید بکشم آن شاغلو که ایستاده بود گفت بارزیل این نش قلیچ است مرد را مرد کشته بارزیل گفت اگر دختر را میبرد خیلی بهتر بود حالا خودم میکشمش و رفت تفنگ آورد توی مغز کوبیده قلیچ پنج تا تیر خالی کرد. شب کمی دیر بود که از وسط صحرا صدای آواز قلیچ بلند شد. بارزیر توی چادر خوابیده بود. از خواب پرید و گوش داد. گفت مادر این قلیچ نیست که میخواند؟ من جواب دادم هست. توفنگش را فشنگ گذاشت و آمد پشت کامباین نشست. صدای سم اسب قلیچ از نزدیک آمد و خیلی غمگین میخواند گزل من برای تو از شهر گوشواره آوردم گزل من برای تو یک اسب سفید خریدم گزل من برای تو سیمهای تارم را عوض کردم گزل تنها گزل تنها آمد تا نزدیک چادر بارزیل گفت نمی بینمش و من گفتم منم همینطور و شبهای بعد هم آمد. امشب هم میآید آید. می بینید. پیرزن دیگر حرفی نداشت. پرسید. هنوز بیدار هستید؟ گفتم. بله آلنی بیدار هستم. راستی آلنی؟ آن نشه قلیچ نبود که آوردند اینجا و پسرت او را باز هم زد؟ گفت. بود. و رفت توی چادر. شب خیلی دیر بود که بیدار شدم. شنیدم که در عمق صحرا یکی میخواند گزل صحرای من بی تو چقدر خالی است گزل گندم های من بی تو هیچ وقت زرد نمی شود گزل، آسمان من بی تو چقدر بی ستاره است گزل تنها گزل تنها و آمد نزدیکتر گزل بزهای من بی تو به صحرا نمی روند گزل، دستهای من بی تو قازیاغی ها را از خاک جدا نمی کند. گزل تار من بی تو صدای خوشی ندارد. گزل تنها گزل تنها. ما بیدار بودیم و صدای دو سیمه تار قریش را می شنیدیم. من آمدم بیرون و به صحرا نگاه کردم. ترکمن کنار گونی های گندم نشسته بود و صورتش خیس بود و تفنگش را به سینه گذاشته بود. صدای قریش نزدیکتر شد. گزل هیچ کس برای چادر من قالیچه نمی بافد. گزل هیچ کس اسب مرا به آخر نمی گزل هیچ کس به سلام من جواب نمی گوید. گزل تنها. گزل تنها. ترکمن گلنگدن را کشید و تفنگ را برد روی دست. فریاد زد. سلام قلیچ. اگر دختر را می بردی بهتر بود. چرا گذر را کشتی؟ این برای خودت خوب نبود قلیچ. برگشت و مرا دید که کنار او ایستادم زیر لب چیزی گفت من پرسیدم که چه میگوید گفت مرد را مرد میکشد توی صورتش خشم نبود و قلیچ میخوان گذر مادرم برای تو گردنبند بند طلا میآورد گذر اموهای من برای تو پنج تا بز سفید میآورند گذر برادرزاده های من روی زانوهای تو می نشینند. گذر تنها گذر تنها آفرینش داستان بر اساس معمولیت های اداری در شهر و روستا گرایش شایعی در داستان نویسی دهه چهل است. مثل داستان هایی که محمود تیاری در دو مجموعه طرحها و کلاخا 1344 و کاکا 1346 نوشته یا داستان زیبای کار پیام نوین 1346 از احمد مسعودی گویی کار نویسنده جوان را از کنج خانه برسه جامعه می آورد و با ماجراهای متنوعی درگیر می کند. نادر ابراهیمی نیز تجربه زیستی حاصل از سفرهای کاری خود در ترکمن صحرا را جانمایه داستانی شاعرانه کرده است آواز عاشق جان باخته چون صدای صحرا همواره به گوش میرسد و شوری غمانگیز پدید میآورد نویسنده واقعگرایی را با رومانتیسم افسانههای قومی در میآمیزد و اثری خیالانگیز میآفریند او برای ترسیم تصویری غنایی رنجها و شادیهای ساده مردم را بر زمینه ای از بیکرانگی طبیعت وصف می کند و با نصری ساده و موجز آداب و رسوم ترکمنها را به شکلی غیر مستقیم می نمایانه. مثلا از طریق واگویه پدر دختر از دست دختر از دست داده نشان می دهد که او نیز اگر بندیه سنت ها نبود عشق قلیش را می پذیرفت. اگر دختر را می بردی بهتر بود. حفظ لحن آلنی در بازگویی خاطره ها و شیرینی نصر افسوده داستان به دلیل مضمون رمانتیکش به راحتی می توانست اثری احساساتی از کار درآید روایت خونسردانه ماجرا،, ماجرا و نقل گفتگوها بدون داوری در مورد آنها از تمهیداتی است که نویسنده برای مقابله با چنین وضعی اندیشیده است